بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده برنامه اسپین خبری از تلویزیون جهانی افغانیوز هستید. با اینکه مردم از کمپانی های خصوصی امنیتی بسطو آمده اند، با این هم وزارت امور داخله به مدت 3 ماه دیگر این کمپانی ها را فرصت کاری داده است و سوی دیگر هم قرار است تا ختم سال 2013 رهبری تمام عملیات ها از نیروهای ناتو در کشور به نیروهای افغان واگذار شود. در بحث امروزی اسپین خبری همین موضوع را با مهمانان گرامی من آقای صدیق سایل کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، آقای یاسین حبیب رئیس نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان و آقای زلمه وردک کارشناس امور سیاسی و نظامی به بحث میگیریم. مهمانان گرامی خوش آمدید به بحث امروزی اسپین خبری. آقای سهل، در آغاز میخوایم از شما بپرسم ارزیابی شما از کمپانی های خصوصی امنیتی در کشور چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سال نو به عنوان سال نکو، سال قطع جنگ، قطع خونریزی و قطع دخول عناصر انتحاری از وزیرستان و سال ارتقای ظرفیت برای نیروهای امنیتی افغانستان میخواهیم. از بعد از انفاذ یا صدور فرمان 62 مقام ریاست جمهوری افغانستان، تماما کمپانی ها در سرتاسر افغانستان از نقطه نظر پرنسیب های حقوقی یک فرمان که واجب التنفیذ است بایست بعد از صدور از انحلال از اعلان میشد. ولی بنابر برخی از مشکلات که در حدود جغرافی افغانستان در قبال مسائل امنیتی وجود داشته، وزارت امور داخله بنابر مصلحت هایی که وجود داره لازم دیدن که تا به گذشت زمان پروسس این کمپانی های خصوصی امنیتی را پروسس کنه تا میعاد مقرر شده که در اوجا برشان فرصت داده شده. و یک موضوع را به خاطر نشان باید ساخت که یک فرمول عام امنیتی وجود داره که قبل از وقوع هر نوع واقعه باید به خاطر جلوگیری از وقایع ناهنجاری که اتفاق مفته باید اتخاذ تدابیر سالم مسلکی و تخصصی باید داشت که با تأثیرات عمیق در طول مدت 10 سال همچو موضوع مطرح نبود. از صرف 2 سال قبل جناب رئیس جمهور افغانستان با صراحت اعلان کردن که یک عناصر کمپانی های خصوصی شب تروریست هستن و روز دزد هستن و همچنان تعداد کثیری از شکایات ملت افغانستان در عرصه‌های مختلف و ای که کمپانی های خصوصی امنیتی چرا تابع یک نرم و مقررات تعلیم تربیه از نقطه نظر اسلحه تکنیک یا از نقطه نظر تامینات و مسئله لوجستیکی، ای باید تحت یک نظام در ابتدا می آمد که او نظام وزارت امور داخله یا وزارت امنیت و یا هم مثلا وزارت دفاع که در چارچوب قانونمند می شد فعالیت های زینا. اما چرا چنین نشد از ابتدا آقای ساحل؟ انگیزه های بسیار زیادی مورد وجود داره. یکی هم بود خارجی داره که تعدادی از مفسدین خارجی زمانی که سر برخی از حلقات مفسد داخلی همچو کاپی های کمپانی های خصوصی را تحمیل کردن، تطبیق کردن، تجویز کردن، او منافع ایجا مطرح بود، چون عالی آیستا آیستا داره همه چیز برملا میشه که گویا فساد غوغا میکنه در عرصه‌های مختلف. اینا کوشش زیر داشتن که با استفاده از این کمپانی های خصوصی چی خارجی ها و چی مفسدینی که در حلقات حاکم در جامعه حضور دارن و فعلا صدای مرم میشنون که کانتینرهای سربسته که درونشان هرگز چک نمیشه و چک نشده تا امروز نمیشه و این مؤسسات امنیتی خصوصی که کانتینرهای بدون چک و تلاشیر انتقال میده که آیا این کانتینرها چی چیزهای وجود داره و این که در طول 10 سال زمینه همچو تخلفات مساید ساخته، این هم یک موضوع بسیار مهم است که کسایی که همچو تخلفات مساید ساخته به خاطر ارتقای ظرفیت های مفسدین در عرصه‌های زراندوزی، در عرصه‌های قاچاق مواد مخدر، در عرصه‌های قاچاق اسلحه. یعنی آقای سایل، دید شما در این مورد این است که از ابتدا این نهادهای، این شرکت های خصوصی امنیتی که ساخته میشد، بعدش در نظر گرفته بودن که باید کارهای قاچاقی از طریق اینها صورت بگیرد یا و حرف رئیس جمهور که گفته بودن اینها باعث اذیت و آزار مردم میشن همان حرف بوده دقیق؟ مسئله خو بعدا افشا شد.
در اثر شکایات مردم، در اثر شکایات نهادهای مدنی، در اثر شکایات حتی برخی از کارشناسهای مسلکی و همچنان مهره های مفید متخصص و مسلکی که در ارگانهای قوای مسلح هستند ولی با تاسف که بی صلاحیت هستند، با اساس شکایاتی که وجود داشت جناب رئیس جمهور این موضوع را تحت فشار قرار داد که با وصف فشارهای ممتد ریاست جمهوری هنوز هم برخی از علاقات مفسد خارجی نمیخواست تا انحلال این کمپانی ها را ببینه و نظارت کنه و منافعشان به خطر مواجه شد. بنان در همچون مقطعی که جناب رئیس جمهور اقدام کرد باید علل اجال اقدام صورت میگرفت و باز هم نوقت بوده و باید قبل از اینکه ایجاد شوه باید تدابیر وقایعی گرفته بشه. تشکر. آقای مردک، ارزیابی شما از موجودیت شرکت های خصوصی امنیتی در کشور چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام و احترامات خود به حضور شما، به حضور مهمانانتان و به همه کارکنان شما و از طریق شما به تمام کافی ملت افغانستان تقدیم می‌کنم. تشکر. همچنان سال جدید 1391 را به این ملت رنجیده و دردیده افغانستان تبریک گفته و من هم آرزو دارم که این سال باشه که مردم از تکلیف، رنج، زحمت و از این قتل قتال خلاص شوند. ببینید ما حوالین تعداد گذاری دایاق در وزارت امور داخله به اصطلاح مسئولش ما بودیم در وزارت امور داخله. در زمانی که جناب محترم آقای زر رحمت وزیر امور داخله بودن، ما به حیث رئیس دایاق در اونجا ایفای وظیفه میکردم. حوالین گزارش را که ما به خود مقام وزیر پیش کردم که کمپانیای امنیتی که در فعلا در قبل از او مربوط به ریاست عمومی جنایی بودن تاسیس شده بودن، در گزارش خودم برای تحریر داشتم که کمپانیای امنیتی به افغانستان یعنی مفید واقع نمیشه. به اصطلاح هم دست استخبارات خارجی ها در اینجا و هم مافیا در اینجا دست دارن. توسط از این کمپانیا به اصطلاح اختشاشات بسیار بزرگ خود در افغانستان بوجود که گزارش رحمان ما به خود وزیر دادیم و همون مسائل بود که ما بین ما و مشاور کمپانی های امنیتی که از انگلستان بودن آقای استیف مایل نام داشتن یک مخالفت به وجود آمدن و هم برمایش اونمو مخالفت شدن که آقای زر رحمت از وزارت داخله برطرف شد و ما هم زمانی که آقای انیف اتمر آمدن از وزارت داخله سبکدو شدیم و تا الحال وظیفه ندارم، شکر خداست اجرای وظیفه نکرد. بله. اما همان زمان به این گزارش یا درخواست که شما به جناب وزیر یعنی آقای مقبل در او زمان کردین و گفتین که از یک سو این نهادهای خصوصی امنیتی گروه های مافیایی در ای داخل می باشه و از سوی دیگر هم کارهای استخباراتی را انجام می تن، به این گزارش شما چقدر توجه شد و اگر نشد دلیلش چی بود؟ من گزارش اصلا وظیفه و مسئولیت معمی بود که من گزارش خود باید به مقام وزارت بدم. یک مقام وزارت گزارش تا کدام حد اندازه رساندن او مربوط به آن است، چرا من از او کدام آگاهی ندارم. اصل اساس و اصول گپی هستم که کمپانی امنیتی در افغانستان در این زمان شرایطی که یک حکومت نو به اصطلاح پا بر سب میگذارن و ضعیف میباشن اختیارات به دست دیگران دادن بسیار گپ غلط هستن. میبینین در داخل افغانستان در سال 1383 مبشرا کمپانی های امنیتی در داخل افغانستان و تاسیس کردن. از اون زمان بایسته ما شما میبینیم که اختشاش ها در داخل افغانستان به حد اندازه اضافه شدن، چرا که کسایی که مسئله بودن سلاح های غیر قانونی داشتن آمدن تحت نام کمپانی امنیتی به اصطلاح سلاح های خود جا به جا کردن. همچنان خارجی هایی که به اصطلاح مافیا بودن یا استخبارات بیرون بودن به نام کمپانی های امنیتی آمدن به اصطلاح خود جا به جا کردن. ما 37 کمپانی در اون زمان داشتیم که جمله 37 کمپانی ما تقریبا در حدود 31 کمپانی ازی خارجی بود و 6 کمپانی ازی داخلی بود. او داخلی به این معنا بودن که در عقب پرده ازو هم یک خارجی به اسلام دست خود داشتن. به این اساس ما در مورد من مخالف هدی بودیم که باید کمپانی های امنیتی ساخته نشه، محافظت عامه باید به دست وزارت امور داخله باشه. بله. حکومتی باشه تا حکومت بتانه بهتر کنترل کرده بتانه، حکومت بتانه که بهتر رسیدگی کرده بتانه و حکومت
تضمین اشخاص را که میان محافظت میکنن از جاهای مخصوص باید تضمین از حکومت داشته باشن. در یه احساس نمو مسئله بودن که مخالفت ما بین ما و به احترام مشاورین خارجی که به وجود آمدن سرحدش به یه اندازه رسیدن که بالاخره وزیر امور داخله از وزارت داخله برطرف شد و ما هم از وزارت داخله سبودو شدیم. تشکر. آقای حبیب میخوایم از شما بپرسم که دیدگاه شما در این مورد چیست؟ چرا سه ماه دیگر برای این کمپنی های خصوصی امنیتی از سوی وزارت داخله مهلت کاری یا فرصت کاری داده می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم بنابرای خود آغاز بهار نو و سال نو و اولا به شما و سایر همکاران و دستندرکاران تلویزیون خوب افغان و همچنان به ملت مسلمان و مؤمن و مظلوم افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنه. شکر. امیدوارم که آغاز سال نو انشاءالله آغاز یک تغییر خوب، یک اصطلاح تحولات خوب نیک در کشور مصیبت زده ما باشد. در قسمت وجود کمپانی های خصوصی امنیتی و همچنان که چرا این انحلال ازی برسی ما به طویق افتید و نخواستن که باید منحل شوه، ما قسمی که جناب آقای سهیل و همچنان جنرال سیب بردک مسائل را گفتن، مشکلاتی را که در این وجود این کمپانی های خصوصی وجود داره واقعا بر حق و بجاز، ما هم تایید میکنم. قبل از اینکه به این پرسش ما پاسخ بگویم، امیر عرض میکنم که راستی هم اکثریت از ملت مظلوم و دردیده و جنگ زده ما از وجود این افراد و نفرات و نیروها و قطعات این کمپانی های خصوصی تا 10 سال گذشته واقعا دستو آمدن، زیرا عناصر در بین از این کمپانی ها وجود دارن که اونا واضحا دیده شده، در منظر عام دیده شده که اینا بعضی از اینا دست به اختطاف میزنن، بعضی از اینا در بین مردم بیچاره و بیگناه و بیدفاع ما دست به قلدوری و زورگویی میزنن و همچنان دیگر از اینا مرتکب یک سلسله اعمال خراب ناامنی میشوند. بله، اما چرا 3 ماه دیگر مهلت، در حالی که قبلا گفته شده بود که باید تا سال 1391 این کمپانی ها کاملا لغو گردد؟ خب من تا فکر میکنم، حدس میزنم که طوری که جناب رئیس جمهور تا صدور فرمان های متعدد در خواهان لغو کمپانی ها را شده، اما من فکر میکنم که بعضی از کشورهای عضو جامعه جهانی خواهان از این شدن که تا برای یک مدت هم لغو از اینا به تعویق بفتن. اما اهداف این کشورهای که در افغانستان زی داخل هستن و حمایت میکنند از اینها چی میباشد؟ من به این باور هستم که یک سلسله مشکلاتی که فعلا در روند کاری نیروهای امنیتی ما به خصوص پلیس ملی وجود دارد، عضو بعضی از کشورها و بعضی از به اصطلاح ملل عضو جامعه جهانی را اینا به تشویش انداختن. اما فکر نمیکنید که همین کمپانی های خصوصی امنیتی است، همون گونه که آقای وردک گفتن که پس از سال 1383 با ایجاد این چنین کمپانی ها وضعیت امنیتی کشور وخیمتر می شود، فکر نمی کنید که همین کمپانی های خصوصی امنیتی است که باعث مزاحمت خلق کردن برای نیروهای مسلح کشور می شوند؟ بله بله، حتمی است. یک ایخراسی ها یک موضوع واضح و تضبیط شده و به اصطلاح قابل دید هست که اکثر از این کمپانی های خصوصی در کشور ما نه تنها مؤثر واقع نشده، بلکه اینا باعث یک سلسله بحران ها و مشکلات ها و تشویش های در بین مردم ما، خصوصا در بین تجاران ملی ما شده. فلهذا من باز میرم و تکرار میکنم که چون یک سلسله مشکلاتی که فعلا صدرای پلیس ملی موجود داره و یا حضور بعضی از عناصر کوتاه طریق به عنوان پلیس ملی که نادر پلیس نفوذ کردن، یک سلسله نگرانی ها و ناباوری ها را در بین جامعه جهانی به خصوص برای حفاظت
دفاتر یا مؤسسات و یا به اصطلاح سفارت خانه‌های کشورهای جامعه جهانی شاید اونا به زمین از اونا شاید به وجود بیارم که اونا خواهان تعویق لغو از اونا را شده. ولی ما امیدواریم که باید دولت هر چیز زودتر، وزارت داخله هر چیز زودتر در انحلال این کمپانی های که اصلا به درد مردم ما نمیخوره، در شرایط فعلی که لله الحمد پلیس ملی ما داره در حال رشد و ارتقای ظرفیت ها صورت میگیره و اجراهاتشان کارشان نهادینه میشه، امیدواریم که باید این پروسه زودتر انجام شوه و به مسئولیت اینا به دوش نیروهای پلیس امنیت ملی ما تفویض شه. سلام مجدد آقای سائل، میخوایم بپرسم که 3 ماه فرصت دیگر برای این شرکت های خصوصی امنیتی چه پیامدهایی را در قبال خواهد داشت؟ سوال بسیار زیاد مهم است ایجاب میکرد. ایمیز از اداره جدید تشکیل محافظت تاسیسات عامه باید یکی از نماینده های پرسش باید پاسخ میگفت. اما اگر کارشناسانه به این موضوع نگاه شود چی؟ ما با مسئولیت تخصصی میخوایم که پاسخ بدم که انگیزه 3 ماه به تعویق انداختن زی فقط در 2 بود خلاصه میشه. یکی عدم موجودیت ظرفیت های کاری در اداره جدید التقرر جدید التشکیل محافظت عامه وزارت امور داخله که اونا آمادگی بر پذیرش سیل عظیمی از کمپانی های خصوصی لجام گسیخته را که تعداد کثیرش لجام گسیخته است، یک بخش های محدودش که را مردم هم میشناسه که اونا فاقد تعلیم تربیه نیستن، اونا جنگ دیده هستن، اونا کفایت و لیاقت و ظرفیت دارن ولی یک تعداد کمشون ظرفیت که فعلا ملاحظه میشه از یک دید و همچنان فشار جامعه بین‌المللی از بعد دیگه موضوع است که برخی از حلقات خارجی که همچون کپی های مبتذل مثل سایر کپی هایی که در حدود جغرافی افغانستان همزمان با آمدن یا یورش اشغالگرای امریکایی در افغانستان آمدن و کپی ها را آوردن، حتی قوانینی را آوردن از جمله قانون تطهیر پول، قانون مبارزه. اما آقای سائل، سوال اساسی اینجاست که این کشورهایی که از کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان حمایت میکنن چی میباشد؟ اهداف اساسیشان در قبال به تعویق انداختن لغو این کمپانی های خصوصی چی میباشد؟ یک چیزی که در برخی از میزها و خصوصا در برابر پرسش نظیر شما دانشورای پرسشگر یا گردانندگان میز مطرح میشه که نمیگذارن که پاسخ تکمیل شوه، مانند نظیر کپی هایی که مبارزه بسیار مهم است که حال جناب رئیس جمهور در این موضوع تذکر داده که شب تروریست هستن روز دوز هستن، باید این مسئله ثابت میشه تا قبلا همین دوز و تروریست هایی که جناب رئیس جمهور مشخص ساخته بود باید به دادگاه میرفت محاکمه عدلی میشد. قانون مبارزه علیه تروریسم مشخص موجود است که او هم کپی از غرب آمده، قانون تطهیر پول هم چنان که پولشویی را در بر میگیره، قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی که 3 بخش است که تا امروز متاسفانه که او تصویب هم شده و در طاق نسیان گذاشته شده که نه تنها سر تطبیق نشده سر تروریستای جنایتکار که امروز خون اولاد من تو را میریزه، بلکه او قانون ای برای زمه میسازه حتی از برای زمه ساخته در بسیاری موارد توسط عناصر فاسده که در برخی از ارگانهای کشفی عدلی و قضایی و موقع دارن تروریستا را برای زمه ساختن که اسناد بسیار کافی مدارم که چگونه اولاد من تو را تروریستا کشته و اینا برای زمه ساخته. و موضوع ظرفیت عدم موجودیت ظرفیت تخصصی و کادری در محافظت عامه یک جهت مثلا فشار خارجی ها که روی کدام انگیزه، خب به یقین که از نقطه نظر مسائلی که شما توضیح کردین کارشناسان اگر از بشه منافعی که غرب در افغانستان امروز بالا برده به گفته کارشناسا به اساس سرویای که صورت
گرفته در اصای همین کمپانی امنیتی 60% خارجی ها در فساد غرق بوده تا گلون غرق بوده که به بهره و مفاد از درک قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر زیادتر خارجی هایی که به دست آورده و تعدادی از مفسدین فروخته شده و غلام خارجی ها که در حلقات کلیدی و رهبری دولت افغانستان نصب شدن اونا هم با خارجی ها فاسد هستن و اسناد موجود است. دیگه نبود که مود ظرفیت از یک جهت مثلا و فشار خارجی از دیگه جهت قضیه به تمدید ساخته این معیاده که یقین فکر میکنید که این تمدید کردن فرصت کاری برای کمپانی های خصوصی بعد از 3 ماه همچنان ادامه خواهد داشت؟ یک موضوعی که بسیار زیاد مهم است که همین موضوع است که باز هم احتمالا تمدید میشه به خاطر از اینکه زورمندای بسیار مهم چه خارجی هستن چه داخلی هستن متصدی های کمپانی های خصوصی است. او زورمندا کسایی هستن که هیچ وقت قانون در افغانستان قبول ندارن، هیچ وقت سر خود قانون تطبیق نمی کنن، اونا خود جامعه کمالات و موافق قانون میدانن. زورمندا مشخص است که از دفتر سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد تا جامعه مدنی تا هیومن رایت واچ تا امنیستی انترنیشنال سازمان های مدافع حقوق بشر و همچنان جامعه مدنی این چهره های کثیف زورمندا را میشناسه که خون ملت خوردن با تروریست ها روابط بسیار عمیق داشتن، امن نظم ما را مختل کردن، بزرگترین سرمایه و فرمایه افغانستان را به یغما بردن، حتی فرهنگ سرمایه های فرنگی مملکت افغانستان به تاراج بردن. بنان باز هم تمدید میشه و یک موضوعی که بسیار زیاد مهم است این است که همی اشخاص افرادی که سیل عظیم از کتله های بشری تشکیل میده در حدود اضافه تر از 60,000 انسان در وجود کمپانی ها، آیا این اشخاص افراد از نقطه نظر مسائل کریمینال تکنیک، مسائل بالستیک، اینا آیا ثبت و رجستر شده میتونن؟ آیا اینا سابقه جرمی دارن ندارن؟ آیا ریاست اداره مبارزه با جرائم جنایی وزارت امور داخله و اداره موازی وزارت امور داخله که با جرائم جنایی کار میکنه، اداره کشف جرائم و همچنان خود محافظت تاسیسات عامه این ظرفیت داره که اشخاص افراد از فلتر استخبارات از فلتر جرائم بکشه و واقعا به ثبوت برسانه که برادر پلیس ملی افغانستان متشکل از اشخاص و افراد صادق و تندرست وطن پرست و ملی واقعا ملی است؟ تشکر. آقای عبی فکر می کنید که پس از 3 ماه باز هم احتمال این باشد که این کمپانی های خصوصی دوباره تمدید شد فرصت کاریشان؟ گرچه ما تا جایی که فکر می کنیم یک سلسله تلاش های روزافزون در تربیت پلیس ملی افغانستان در حال رشد است و بعضی از کشورهای دوست افغانستان عضو جامعه جهانی در تربیت و تجهیز پلیس ملی افغانستان متعهد هستند. من به این فکر هستم که اگر این روند به شکل درست و اصولی و جدی قاطعانه پیش برم، من امیدوار هستم که انشاءالله بعد از 3 ماه کمپانی های خصوصی امنیتی به شکل درست منحل و به عوضشان مسئولیت آنها به دوش نیروهای امنیتی پلیس ملی افغانستان سپاریده شده. و حالا کیها ضمانت میکنن که پس از 3 ماه همچنان ادامه نتن این شرکت های خصوصی امنیتی کارشان را در کشور؟ خب ما تا جایی که ما مشاهده میکنیم فشار روز تا روز مردم ما بالای دولت و شکایت ها و شکوه های روزافزونی که از ناحیه اعمال قلدری و زورگویانه این افراد مسلح کمپانی های خصوصی وجود داره، دولت طبق وعده هایی که نادادن، خصوصا وزیر صاحب داخله، خود آقای رئیس جمهور و بعضی از مقامات مسئول دیگر دولتی ما، امکان از این را میره که این کمپانی ها هرچی زودتر منحل شون. تشکر. آقای وردک، به نقل از اسوش و ایتت پرس به نظر می رسد که در حال حاضر قوای محافظت آمن نتوانسته جای 11,000 محافظ این شرکت های خصوصی را بگیرد. فکر می کنید که یگانه دلیل همین می باشد که وزارت داخله کشور 3 ماه دیگر مهلت می ده برای این کمپانی های خصوصی امنیتی، یا نه حرف های دیگر هم وجود دارد؟ ببینین از نگاه مسلکی پیشتر برادر بزرگوارمان بسیار تشریف فوق العاده خوب دادند
یک وقت زمان در بر میگیریم که 11,000 نفر شما میان کوره راجستر میسازیم از نگاه کرمینال تکنیک یا بالیستیک به اصطلاح معلومات از رو حاصل میسازیم که آیی جرم داره نداره هم بالاخره او رو به تعلیم تربیت پیشکش میکنن و تعلیم تربیت در اون زمانی که ما در این مدت 10 سال که در افغانستان دیدیم تعلیم تربیت به سویه نیستن که ما امروز مثل سابق ورک داشته باشیم در این علت است که حکومت افغانستان در بعض مسائل خود یا ناکام ماندن مسائل اساسی دیگه همین هستن که مردمای مسلکی کسانی که مسلکی هستن در بخشای اساسی قرار ندارن خیلی مردمای هستن که بی تجربه و غیر مسلکی گناه نمیفهمن که به کدام طریق و کدام سیستم پیش برن من به نظر من اصلا گفای برادرها رو من تایید میکنم اصلا فشار زور دولت های خارجی هستن که اونها نمیخواین که کمپانی های امنیتی در داخل افغانستان منحل شان یا ملک القطع بگردن به خاطر چی؟ گناه از نگاه استخبارات یعنی زور از اونها از دولت افغانستان کدر بلندتر هست که اونها هیت نمیخواین اگر بلندتر نمی بودن ببینین چه وقت آقای رئیس جمهور فرمان صادر کردن یک دفعه 3 ماه وقت دادن دفعه 2 6 ماه وقت دادن و بالاخره تا امروز همین سلسله دوام دارن اگر نه باید در ظرف 3 ماه اولی که فرمان یا صادر کرده بودن بعد کمپانی ها بالکل منحل می شدن از بین می رفتن در صورت که اعلان هم کردن که ما 11 کمپانی را به اصطلاح خل سلا ساختیم یا محوش کردیم اصل اساسی در اینجا است وردک یک حرف اساسی اینجاست با توجه به این که خود رئیس جمهور کرزی میگن که اینها آزاردهنده هستن و به قول آقای ساحل که از رئیس جمهور نقل کردن شاو ترورست و روزدوز یا برعکس میباشن فکر میکنید که دولت افغانستان چرا نمیخواه اینمه قسم یک گروهی که در افغانستان فعال هستن و شب ترورست و روزدوز هستن اینها را چرا توانمندیش را ندارن که لغو بکنن با توجه به این که رئیس جمهور یک فرمان میته بلکل من گفت شما را بلکل قبول دارم در بخاطر زی که در عقب از اون گروپ ها یا گروه ها دستای بسیار قوی قرار دارن که وارم با این سلام محافظت میکنن که به رئیس جمهور را من 100% هم تایید میکنم و هم قابل قبول اگر چنین از چرا افشاگری نمیشه از سوی وزارت داخلی کشور که در عقب این شرکت های خصوصی امنیتی دست های از که ما را نمی گذاره که اینها را لغو کنیم من به حضورتان عرض کنم ببینین چندین بار از طریق رسانه های شما اعلان گردید که لست پیش مواد مخدر پیش وزارت داخل موجود است اشخاص هستن که بسیار بلند پایه و بلند نقام که در خود مواد مخدر دست دارن اما چرا تا امروز نامش افشا نشدن یا چرا کدام کارهایی که باید ضرور باشن که وارد دستگیر کنن وارد به محکمه معرفی کنن وارد به سارنوالی معرفی کنن چرا نکردن به خاطر ازی که اونها یک بکب بسیار قوی دارن نمیتونن درست هستن که امروز رئیس جمهور به خاطر ازی که ملت خود آرام بسازه به خاطر ازی که جواب صدای ملت بتن فرمان صادر میکنن اما در اصل ذات او عمل صورت نمیگیره در بالا وزیر یک وزارت امر صادر میکنه تا پایان دفتر یک رئیس یک مدیر او امر قبول نمیکنن قابل قبولشان نیستن اینجا بعض مسائل هستن که در افغانستان آن بسیار مشکل است که تا یک بنیاد اساسی یک تعداد اساسی درست گذاشتن شبیه بینن امروز در فساد افغانستان در کل جهان نام داره بله آقای وردک همون قسمی که شما در آغاز گفتین که موجودیت کمپانی های خصوصی امنیتی حتی باعث ازی شد که برخ از چهره ها از وزارت داخله برطرف شوند به شمول آقای مقبل فکر میکنید که حالا راه منحل کردن یا راه لغو کردن این کمپانی های خصوصی چی می باشد؟ تا حد من تا جایی که من حرف می شنم به این سلسله ادامه دادن تمدید کردن تا زمانی که قوت های خارجی در داخل افغانستان هستن ادامه خواهد یعنی شما فکر می کنید که تا سال 2014 ادامه خواهد یافت؟ یعنی ایت شخصی خودم هسته که تا سال 2014 تا زمانی که قوت های نظامی خارجی در اینجا موجود است یا ادامه خواهد پیدا تشکر
آقای ساحل، یک موضوع دیگری که گفته شده است قرار هست تا ختم سال 2013 رهبری تمام عملیات‌های نظامی در کشور از نیروهای ناتو به نیروهای افغان واگذار شود. دیدگاه شما در این مورد چیست؟ سوال بسیار مهم است. قبل از این شما در جریان هستین که انتقال مسئولیت‌ها در راس آقای اشرف غنی احمدزی در تعدادی از ولایات مهم افغانستان صورت گرفت. این انتقال مسئولیت ها اگر سیر زیر فوکس قرار بدیم کدام مسئولیت انتقال شد؟ تا این روز ما کدام مسئولیت را ندیدیم. نه، منظور ما از رهبری عملیات ها بوده است، یعنی تا ختم 2013 رهبری عملیات ها در داخل افغانستان به نیروهای افغان این مرتبط واگذار می شود. عین موضوع مرتبط است با ما. یک پروسه بعدی است که به تعقیب انتقال مسئولیت های امنیتی که به شکل تصنعی و تشریفاتی در وجود همو قرارگاه های نظامی که هنوز هم تقویه شده با اسلحه مدرن از طرف غربی ها و از طرف امریکایی ها در وجود همو بارک ها و قشله هایشان، نه قشله هایشان تغییر کرده نه بارک هایشان تغییر کرده، برعکس انتقال مسئولیت با بالا کردن بیرق افغانی و پایان کردن بیرق خارجی در یک ساحه قرارگاه داخلی کار صورت گرفته. شما این را کاملا نمایشی میدانین آقای ساحل؟ بله، کاملا از نقطه نظر مسائل تخصصی نظامی نمایشی. به خاطر ازی میدانیم که انتقال مسئولیت وقتی محول میشه به قوای مسلح افغانستان که در اطراف و اکناف او قرارگاه هرگز قرارگاه خارجی وجود نداشته باشه، قرارگاه موازی وجود نداشته باشه. قسمی که جناب رئیس جمهور پی آر تی ها را انتقاد کردن به عنوان یک اداره موازی، تعدادی از پی آر تی ها در برخی از ولایات جمع شد و بالاخره موضوع به خاموشی گرید. هنوز هم پی آر تی ها فعالیت میکنه که فرمان زیر سوال است. قضیه انتقال عملیات مسئولیت های گرفتن مسئولیت های عملیات های مستقل توسط نیروهای امنیتی، این هم یک نوع بازی سیاسی و اپراتیفی نظامی است که توسط استخبارات ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه راه اندازی شده به خاطر کمایی کردن وقت، به خاطر نزدیک شدن به امو اهداف استراتژیک، با در نظر داشت بدنام شدن نیروهای خارجی در سطح جهان، با نظر داشت تحولات و انکشافات اخیری که در قبال بیرون رفت سریع و قبل از 2014 مطرح شده که جناب رئیس جمهور او را به کنفرانس شیکاگو محول کردن که دوج به صراحت لحجه تصمیم گرفته می شود. برخی از کشورهای نظیر فرانسه و کانادا و همچنان انگلستان هم از طریق رسانه هایی که منتشر شده و وضاحت داده که قبل از سال 2013 حتی نیروها به خاطر بدنام شدن هرچی بیشترشان و به خاطر دخیل شدن هرچی عمیق‌ترشان در قضیه خونین و علمناک افغانستان باید اینا پای خود از افغانستان بکشه و در افغانستان قبل از او باید هیچ یک اداره خوب در چوکات ملی بودن که واقعا نمایندگی از ملت افغانستان بکنه و او اداره نمایندگی از اقشار مظلوم و محکوم شهید پرور افغانستان بکنه که بتانه که اداره را به دست بگیره. و موضوع سوال شما یک بود دیگه هم دارم محترم، کمی ظرفیت هایی که ما مثلا عملیات های مستقله در قدم اول از نقطه نظر تکنیک و اسلحه شما ببینین، ما اسلحه‌ای که امروز در دسترس قوای مسلح امریکایی ها و اصطلاح غربی هایی که به نام کمک و همکاری بر ما آمده با حرکات و سکنات تصنعی و فرسایشی و حتی نمایشی و تشریفاتی، پلیس ملی تا هنوز تجهیز نشده از نقطه نظر صنف تانگ، از نقطه نظر صنوف هوایی، از نقطه نظر استحکام، از نقطه نظر داشتن سلاح ثقیل. منظور شما تعلیمات است یا تجهیزاتشان؟ نه تنها تجهیزات نداره، بلکه تعلیمات اینا هم به شکل تصنعی است، یک پروژه است به خاطر به دست آوردن پول بسیار هنگفت. پروژه هایی که در ولایت مختلف زیر نام مراکز تعلیمی در موجودیت متخصصین و مسلکی ما در افغانستان بهترین اکادمیسیان ها در رشته نظامی داریم، بهترین متخصصین حتی دکترین نظامی فعلا موجود است از طرف همون متخصصین که سرش کار میشه و استراتژی کنونی وزارت دفاع و وزارت داخل سرش کار میکنه، ولی برعکس
ما در عدم موجودیت ظرفیت های تخصصی و در موجودیت همی افراد و اشخاصی که وزارت خانه های قوای مسلح را خصوصا داخل و دفاع را تقسیم کرده به تنظیم های جهادی، به قوم ها، به مصلحت ها، یعنی نام ملی بودن ما حذف میکنیم. ما به مسئولیت میگم برتون که پلیس ما ملی نیست، اردوی ملی ما همچنان ملی نیست، به خاطر ملی نیست که تشکیلات توسط برخی از حلقات تنظیمی و سیاسی اشغال شده، در حالی که از نقطه نظر پرنسیب باید تشکیلات نظامی قوای مسلح ما غیر سیاسی باشه و به داخل زم بهترین متخصصین و کادرهای مسلکی شایسته و تندوست، نه وطن فروش. سپاس گذاریم. آقای حبیب، از دیدگاه شما آیا نیروهای مسلح افغانستان توانمندی این را دارند که تا سال 2013 رهبری عملیات ها در کشور را به عهده بگیرند؟ طوری که اوضاع و حالات فعلی کشور خودم و شما مشاهده میکنیم، امروز در شرایط فعلی افغانستان دست خوش موجی از تبلیغات زهراگین و از فعالیت های خائنانه و مذبوحانه ارگان های استخباراتی کشورهای همسایه پاکستان، ایران، حتی روسیه هم به خاطر اونمو انتقام قبلی و عقده قبلی هش هم در کنار اعمال مخربانه آیسای پاکستان و استخبارات ایران، اینا هم یک سلسله تلاش‌های خائنانه را بر انداختن تا طور افغانستان در یک حالت اینا قرار بدن، افغانستان در یک بحران، در یک چالش، در یک مشکلات جانکاه و طاقت فرسا افغانستان قرار بدن تا به زعم اینا افغانستان دیگر به سر پای خود استاد نشن. در قسمت ای که بعد از 2014 نیروهای امنیتی یا قوای مسلح افغانستان توانمندی دفاع و حراست از افغانستان و سرحدات و امنیت مردم افغانستان دارن یا خیر، ما به این باور هستم که اگر واقعا جامعه جهانی به شکل درست در تجهیز قوای مسلح افغانستان با سلاح‌های مدرن هوایی و زمینی و همچنان در تربیه درست و منظم نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی ما و همچنان استخبارات ملی ما بپردازن، ما به این باور هستم که انشالله افغان‌های... اما آقای حبیب، یک حرف اساسی اینجاست که زمان افغانستان دارای همچون امکانات هوایی و زمینی بود و زمانی که جنگ های داخلی در کشور صورت میگیره با موجودیت امین سلاح ها صورت میگیره و این سلاح ها در دستان کسان میافتد که از افغانستان دوزخ جور میکنن. حالا چه ضمانت وجود دارد در صورتی که سلاح ثقیل زمینی و هوایی برای نهادهای دفاعی افغانستان داده شود؟ چه ضمانت وجود دارد که باز هم همین سلاح ها به دست کسان نیافتند که در 20 سال گذشته افتاده بود؟ بله، ما این خو واقعا مسلمان که افغانستان قبلا دارای اردوی منظم بود، اما دست اندازی های خائنانه استخبارات بعضی از کشورها به خصوص کاجیبی همچنان با تبانی از حزب و گروه و علاقات مزدورشان که برای از حزب دموکراتیک خلق بود، اونا ستانستن با طرح نقشه های خائنانه کاجیبی در افغانستان آلتی را در افغانستان اینا پیش بیارن که شرایط طوری شود که اردوی ما متشتت و پراگنده شود. ما فعلا در شرایط فعلی خوشبختانه که امروز ملت مسلمان افغانستان چهره های عناصر مزدور و وابسته و عناصر جفاجو. آقای حبیب، فکر میکنید که قوای مسلح افغانستان توانمندی این را دارن که تا ختم سال 2013 رهبری عملیات های نظامی در افغانستان را بر عهده بگیرن؟ ما به این باور هستم که انشالله تعهد کشورهای جامعه جهانی که اونا خواهان ایجاد صلح و ثبات و به وجود آمدن یک افغانستان با ثبات در افغانستان هستن، با در اثر سعی و تلاش از اونا انشالله اردوی ملی افغانستان و یا
در مجموع قوای مسلح افغانستان بتانند عیار شوند و در شرایط نو قرار بگیرند که بتانند از حراست در جهت دفاع و حراست از در حد آرزومندی و امیدواری نه یک ضرورت است. به خاطر چی ضرورت است که امروز دنیا فهمیده که ثبات در افغانستان در حقیقت به معنی ثبات در منطقه و در جهان است، ولی اونها به خاطر ثبات خود، به خاطر امنیت و نجات خود از بی ثباتی ها ناگزیرند در افغانستان در تربیه اردوی افغانستان، در تجهیز اردوی افغانستان رول به سزای را بازی. سپاس آقای وردک، از دیدگاه شما تا پایان سال 2013 آیا نیروهای افغان توانمندی این را خواهد داشت که رهبری عملیات های نظامی در کشور را از نیروهای خارجی عهده دار شوند؟ بلکل برادر عزیز، اما پیشرم گپره که شما اتدین که ما در قبلا هم سلاحای هوایی داشتیم، هم به اصطلاح سلاحای دور برد موجود بودن، اما متاسفانه که ما از اون سلاحا در ما بین خود استفاده کردیم و بالاخره به نیست نابودی ما مواجه شدیم. تا زمانه که یک انگیزه در داخل برزم افغانستان موجود نباشه، دستای خود از دامن خارجی ها کوتاه نسازن و یک وحدت ملی واقعی در افغانستان به وجود نبیه، هرگز نمیتونه. چرا که مهم در اصل خود مردم افغانستان است که از وطن خود چه قسم نگهداری کنند. زمانی که وحدت ملی در داخل افغانستان به وجود بیاید و انگیزه وطن دوستی و انگیزه وطن نگه داشتن در مابینشان موجود باشه، که دست خالی مزید در بین مردم بدون شک این انگیزه ها وجود دارد. در بین این کسانی که حاکم هستند در افغانستان چقدر وحدت ملی موجود است؟ عرض من ببینن که اصلا مهم مردم هستن که اینمی کسایی را که امروز به اصطلاح گیم سیاسی را بازی میکنن مردم میچرخانن، باید او را بشناسن، او را باید اصلا دور بسازن، هر کسی که باشه چی من باشم چی کسی دیگه باشم. اما حالا برعکس است، اونها مردم را از صحنه دور میسازن. آقای وردک، بله، یعنی تعداد کمی که امروز در داخل افغانستان حاکم هستند و تقریبا 26 میلیون مردم افغانستان میچرخن باید نمیستن که ما مثلا امروز برادرای خلق پرچم بد میگم، خلق پرچم برادرای مجاهد بد میگن، مجاهد به اصطلاح یکی دیگر بد میگن و به دقل یکی دیگه خود صدر آیستن. تا که ما اینمی مفکوره ها را از کلی خود دور نکنیم، دست به دست یکی دیگه خود نتیم و یک رای را انتخاب نکنیم که به منافع از این مملکت باشه، به منافع ملت از این مردم باشه و برای هویت از این مملکت باشه و برای عزت از این مملکت باشه، ما ناکام هستیم. به صورتی که باشه ما کامیاب هستیم. سپاس آقای سایل، از دیدگاه شما چگونه ممکن است که نیروهای مسلح کشور دارای استقلال عمل شوند؟ اجازه بدین اول یک موضوع را عرض کنم که محترم ما برادر ما در مورد نقش کاجیبی در چور و چپاول و تاراج تجهیزات قوای مسلح افغانستان که برای 15 سال مکمل و قادر به جنگ علیه آیسای و تمام پشتیبانان غربیزو که علیه تمامیت ارضی افغانستان و استقلال سیاسی افغانستان جنگ میکرد، و این تاب و توان مقاومت در جریان دفاع مستقلانه 4 ساله در عدم موجودیت روسها و بعد از او هم داشت. ولی متاسفانه که برخی از علاقات در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در داخل صحنه را به نفع عموم مزدورای آیسای که در روشنی تعهد جنرال ضیاءالحق که فرزندش بعدا آمد دیج خاک افغانستان ماچ کرد، بیرق الفتح مبارک باد ایره و تماما اساسی های افغانستان به سرپت برای مجاهدین سایبا در راست آقای مجددی تسلیم داده شد، ولی برعکس ای امانت مجاهدین سایبا حفظ نکردن، آقای مجددی حفظ نکرد، یا آقای سیاف حفظ نکرد. سپس ما اگر از گرفتن نام خودداری بکنیم نکردن، ولی نام ملت افغانستان کلش هم میشناسه که کی هستن. بالاخره افغانستان به مرکز به دوزخ تبدیل شد، تماما اساسی ها به شمول سرمایه های ملی مملکت افغانستان به تاراج رفت، چپاول شد، چور شد، پس دوباره با ایسای فروخته شد، معامله شد و 60,000 انسانی که کشته شد، آیا معامل کشتاری که کاجیبی بود یا ایسای بود؟ این موضوع باید با صراحت تشریح شد. و دوم رای بیرون رفت از بنبست نمی است که تا زمانی که ما اداره را به اهل کار در روشنی آیات کریمه خداوند جل جلاله او که ما بندایش هستیم، ان الله یامروکم ان تودوا الامانات الی اهلها، نسپاریم
مسلمانی خود صداقت خود ثابت نسازیم و این تشکیلات قوای مسلح را بنابر پرنسیب و اساساتی که قوای مسلح باید غیر حزبی باشد. در کل دید شما این است که اگر باز هم قوات های مسلح افغانستان تمویل تجهیز درست شوند، باز هم تمام تجهیزات اینها از سوی کسانی که در گذشته به یغما برده شده بود باز هم چنین خواهد شد؟ به صراحت میگم تا زمانی که قانون تنفیذ نشه، در روشنی عدالت انتقالی جنایتکارای جنگی به میز محاکمه سپرده نشه، تفنگ سالاری ختم نشه، فرهنگ مافیات افغانستان ختم نشه، چهره کثیف و لعین و فساد مفسد را که ملت افغانستان من و تو میشناسیم او به میز محاکمه منصفانه و عدلی نره و قانون سرش تطبیق نشه و ما شاهد جنجال و پرابلم و مشکلات آینده خود بریم، به خاطر از اینکه امو سال 70 دهش بعدن هم تکرار میشه، به خاطر از اینکه قوای مسلح ما کلش 20 کلش تنظیمی سمو مجاهدین سابق فعلا رهبری وزارت داخله را رهبری وزارت دفاع را به دوش داره، امو تفنگ و بدس شان از حالت تغییر کنه، باز قیام میکنه خون ملت میریزنن. سپاس آقای حبیب. یک چیزی که گفته میشه از سوی خارجی ها در افغانستان، یعنی تا پایان سال 2014 نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشوند، پس از سال 2014 آیا نیروهای افغان این توانمندی را خواهد داشت که از استقلال کشور و از تمامیت ارضی دفاع بکنند؟ ما قبل از اینکه به این سوال جواب بدم یک موضوع را میخوایم اشاره بکنم که عامل بدبختی ها و جنگ و آتش و مصیبت ها و دربدری های مردم افغانستان کودتای، بازم تکرار میکنم، کودتای هفت ثور و تجاوز بی‌شرمانه روسیه شوروی و یا شوروی کمونیست در افغانستان بوده. تشکر. من میخواستم ارزیابی بکنم. فلحاظ اینا بودن در افغانستان آتش جنگ، آتش مصیبت، آتش نارامی. اما حالا بدن. پس از سال 2014 من معتقدم که مسلح افغانستان خواهد داشت که از استقلال و تمامیت ارضی دفاع شود. من معتقد به این هستم که جهان در قسمت تجهیز اردوی افغانستان متحد است. به خاطر چی؟ که اونا درک کردن که بازم ثبات در افغانستان، ثبات در به معنی ثبات در دنیا هست و راستی هم اونا میخواین که اردوی افغانستان باید تربیه شوند، تجهیز شوند تا بتانن خود اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان از سرحدات خود، از امنیت خود، از ثبات خود دفاع بکنن. فلهذا انشالله ای خوشبینی وجود دارن که دنیا در تعهد خود در قبال اعمار مجدد افغانستان، من جمله در قسمت اعمار اردوی ملی و یا قوای مسلح افغانستان یا تجهیز و تقویه و رشد نیروهای امنیتی افغانستان اونا کار بکنن که تا بتانن دیگر در افغانستان مشکلات وجود نداشته. تشکر آقای وردک. از دیدگاه شما چی تدابیر طرح گردد تا بعد از سال 2014 کشور به سوی صلح و ثبات گام بردارد؟ نظر ما برادر محترم، طبقی که برادر بزرگ آوار ما گفتن، اصلا اساس مهمی هستن که کار به اهل کار باید سپرده شود. یکی افزایش تعلیم تربیه باید یاد شود و از همه کرده مهمتر نقطه ایستن که انگیزه وحدت ملی در ما بین ما پیدا شود. اینی سه نقطه که باشن. حالا از دیدگاه شما انگیزه ملی یا انگیزه وحدت ملی در بین افغان ها هیچ وجود ندارد؟ ببینید میال در داخل میز ما شما سیستم دو برادر ما، یکی از یک جانب طرفداری میکنن، یکی از جانب دیگر. بالاخره ما باید خود خودمو بسازیم، نه متکی به کسی دیگه باید باشیم. وطن از ماست، بیگانه بیگانه است، بیگانه تا یک وقت پیش آدم میباشه بالاخره میره. این وطن مربوط به ماست، باید ما بسازیم. بیننده های گرامی، شما همچنان سپاس که تا این دم بیننده برنامه اسپین خبره بودید. شما هم می توانید که نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را به ایمیل آدرس پلتیک@افغان نیوز.تی وی برای ما بفرستید. تا دیدار، خداوند یار مددگار شما.